جمهوری تاجیکستان در سمت سیاحت زمستانه امکانات‌های بزرگی دارد که کوهنوردی و لیژارونی و شکار از شمول آنهایند. بنابراین حکومت مملکت جهت باز هم گسترش دادن سیاحی زمستانه و بنیاد انفراستراکچر زمانوی سیاحی و ورزشی مطابق به معیارهای جهانی توجه خاصه می‌دهد. در زمان صاحب استقلالی کشور یکچند منطقه مملکت موضع سیاحی اعلان شده، عین زمان در آنها انفراستراکچر ضروری ساحه بنیاد گردیده ایستاده است. در ولایت‌های خطلان، بدخشان و ناحیه‌های تابع مرکز برای رشد سیاحی زمستانه و شکار امکانات فراخند. مثلا در ناحیه بلندکوه مرغاب برای رشد این نوع سیاحی تمام امکانات فراهم آورده شدند. امسال 100 نفر سیاحان برای شکار حیوانات نادر به تاجیکستان می‌آیند. امروز به شکار گوسفند مارکاپولو بیشتر سیاحان خارجی توجه داشته، 56% شکارچیان آمریکایی‌ها می‌باشند. اساساً کوتاها برای جلب سیاحان جدا کرده می‌شوند. گوسفند مارکاپولو در جمهوری افغانستان، چین و قرقیزستان نیز موجود است، ولی زیرنمود گوسفند مارکاپولو تاجیکستان بیشتر سیاحان را به خود جلب می‌کند. با سبب زیبا بودن شاخه‌هایش گوسفند مارکاپولو را بیشتر سیاحان زیبا صنم تاجیک نیز نام می‌برند. باید گفت که گوسفند کوهی مارکاپولو برند تاجیکستان محسوب شده، در قطار دیگر دستاوردهای جمهوری دقت سیاحان خارجی را به خود جلب می‌نماید. سیاحان از آمریکا و اروپا نه تنها برای شکار، بلکه با مقصد بار دیدن آن به تاجیکستان سفر می‌کنند. یادآور می‌شویم که گوسفند کوهی مارکاپولو شامل کتاب سرخ تاجیکستان بوده، شکارش به اجازه کمیته حفظ محیط زیستی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان منع است. من سیاح از دولت فرانسه به کشور شما آمدم. سفر من به تاجیکستان خیلی خاطرمان خواهد بود، زیرا من باری اول به این کشور مهمان نواز تشریف آوردم و مقصد من و حیات همراهانم شکار گوسفند کوهی مارکاپولو بود که ما با مقصد خود رسیدیم. از سبب آن که موضع سکونت گوسفند مارکاپولو در تاجیکستان قطار کوههای بلند است، برای دیدن این حیوان نادر باید همه مشکلات را تحمل کرد. ما با وجود مشکلات سردی و دوری راه کوشش کردیم شکار خود را انجام دهیم. برای شکار غیرقانونی این نوع گوسفند کوهی طبق قانون عمل کننده جمهوری حدود 140,000 سامانی جریمه مقرر شده است. دوام چند سال اخیر سرشمار گوسفندان کوهی افزایش یافته است. شکار تنها در حضور ناظران شعبه حفظ محیط زیست صورت گرفته، صید حیوانات خردسال و مادینه ممنوع است. تا جشن 30 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در تمام باغ‌های فرهنگ و فراغتی تاجیکستان تندیس گوسفند مارکاپولو که در کتاب سرخ جمهوری تاجیکستان همچون حیوانات نادر ثبت گردیده است گذاشته شده، همزمان با مقصد حفظ و افزون گردانیدن سرشمار گوسفند مارکاپولو از جانب کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در همکاری با اسوسیاسیون شکارچیان تاجیکستان در ناحیه مرغاب پژوهشگاه گوسفند مارکاپولو تأسیس داده شده است. باید تذکر داد که گوسفند مارکاپولو رمزی بایگری طبیعت سرزمین همون است. گوسفند مارکاپولو یکی از 9 زیرنمود گوسفند کوهی و آسیب پذیر بوده. اتحاد بین المللی حفظ طبیعت و زمیمه دوی کنونسیا درباره سودای بین المللی نمودهای فلورا و فاونا بین المللی که در زیر تهدید محوشوی قرار دارند داخل کرده شده است. موضع سکونت گوسفند مارکاپولو در تاجیکستان پامیر شرقی، ناحیه مرغاب، قطارگاه‌های موسکول، شرط علیچور جنوبی و شمالی، وخان، سریقول، ظلمرد و پسی آلای بوده. همچنین در دوره کوچیش آنها موقتا به بعضی حدودهای شغنان، اشکاشیم و روشان وارد شده باز به مرغا برمیگردند. گوسفند مارکاپولو اساسا در بلندی 3400 متر از سطح بحر سکونت نموده، در فصل تابستان به بلندی های 6100 متر می براید، زیرا بیشتر جای های سلقین و نزدیکی برف را دوست می دارد. کوچیش موسمی گوسفند مارکاپولو وابسته به فصل سال صورت می گیرد. پهنای اندازه شاخه‌هایش تا 38 سانتی متر، درازی شاخه تا به 1 متر و 900 سانتی متر رسیده، وزنش تا 150 کیلوگرم را تشکیل می دهد.
شاخ و سر گوسفند مارکاپولو 30% وزن عمومی بدنش را تشکیل می‌دهد. شکاری غیرقانونی، اسد زیاد چرانیدن چاروا، جمع‌آوری رستنی ترسکن سبب کم شدن سرشمار و تنزل محیط سکونت گوسفند مارکاپولو می‌گردد. مبلغ‌های از حساب شکاری گوسفند مارکاپولو به دست آمده برای حفظ و افزون نمودن سرشمار گوسفند مارکاپولو مصرف کرده می‌شوند. هنگامی که مارکاپولو را سیاحان شکار می‌کنند، شاخ و پوستشان را غنیمت می‌گیرند. اصلا شکارچیان سیاحان خارجی که شخصان ثروتمندان اثرخانه خود را دارند و محصول شکارشان را همچون نگاره و یادگاری در اثرخانه هایشان می‌گذارند. مورد ذکر است که در سالهای استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان توجه حکومت مملکت جهت حفظ و افزایش سرشمار گوسفند کوهی مارکاپولو بیشتر گردیده، از جانب مقامات مربوطه و حفظ حقوق در سمت پرزور نمودن نظارت و جلوگیری از شکار غیرقانونی گوسفند مارکاپولو تدبیرهای ضروری اندیشیده می شوند. در این سمت سمی اساسیاسی شکارچان تاجیکستان که در نزد آن 13 شرکت فعالیت نموده موضع سکونت مارکاپولو را تحت نظارت و حفظ قرار دادن نظر است می باشد. مسلم است که حفظ زیبایی های ناتکرار طبیعت، عالم نباتات و حیوانات، خصوصا گوسفند کوهی مارکاپولو که رمز بایگری طبیعت سرزمینمون اعتراف گردیده است، تنها کار مقامات مربوطه نبوده، علاوه از هر یک فرد مسئولیت بلند تقاضا می نماید. یک از حیوانات نادر دیگری که همساله صدها نفر سیاحان را به کشور ما جلب می‌نماید این بوزی کوهی پرمشاخ یا خود مارخور است. بوزی کوهی پرمشاخ مارخور نیز برای خط سرخ اتحادیه بین‌المللی حفظ طبیعت و ضمیمه دوی کنونسیا درباره سودای بین‌الخلقی نمودهای فلورا و فاونا یابایی که در زیر تهدید موشمی قرار دارند داخل گردیده است. در جمهوری تاجیکستان این نمود بوز را در نشبی‌های جنوب و غربی خطرکوههای درواز، موضع یخچیپون، زیغر، قطارکوی حضرت شاه، کوههای کشوریستان، ممنوگاه دشتی جوم، اطراف سریغار، خیرمنجا و کشت، اینچنین در قسمت جنوب و شرقی قطارکوی وخش و کوه سرسرک دیدن ممکن است. بنابر معلوماتی که در کتاب سرخ تاجیکستان آمده است، بوزی کوهی پرمشاخ مارخور در بلندی های 700-2700 متر از سطح بحر سکونت میکند. با اطلاع متخصصان کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، موافق با حسابگیری سال 2014 سرشمار عمومی آن 1200 و سالهای 2017-2018 3000 سر را تشکیل میدهد. سال 2018 هم بخشیده به سال رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی و با مقصد رشد انفراستراکتور سیاحی، شرکت سیاحی مارخور در موضع آبیدره جماعت دهاتی سرچشمه ناحیه شمسدین شاهین مهمانخانه شکارچیان را بنیاد نمود. مهمانخانه مذکور از دو آشیانه و 15 کت عبارت می باشد. با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 12 اپریل سال 2018 تصدیق شدن رویخط انشاءات سیاحی که برای بنیاد آنها واردات تجهیزات و تکنیک و مواد ساختمانی از انداز از ارزش اضافه شده و باج گمرکی آزاد کرده شدند، یک قدم استوار گذاشت جهت زیاد گردیدن انشاءات سیاحی و تطبیق سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان در این سمت. ساخته با استفاده دادن مهمانخانه شکارچیان مثال روشن این گفته هاست. پیشوای ملتمون برای رشد سوهای سیاحی بسیار توجه زیاد دارند و ما هم توانستیم که از این فرصت استفاده برده که ما شرکت ها را از یک چند نمودی اندازه آزاد کردن، توانستیم در
نویا شمسدین شاهین یک چند انشاءات سیاحی بنیاد کنیم که برای سیاحان این هم یک نمودی پیشرفت است برای جلب سیاحان. با استفاده از امتیازهای رهبر دولت ما توانستیم که یک چند شرکت سیاحی در نویا شمسدین شاهین مهمانخانه ها برای شکارچیان ساخته به استفاده دهیم. مورد ذکر است که ناحیه شمسدین شاهین برای رشد سیاحی اکولوژی کوهنوردی و خصوصا سیاحی شکار امکانات زیاد دارد. سیاحی شکار در تاجیکستان علاقه یک نوع معمول سیاحت به حساب رفته. برای شکار حیوانات نادر طبق قانونگذاری از جانب حکومت مملکت کوتاها جدا کرده می شود. شکار با رعایت قانونگذاری صورت می گیرد. از ماه اپریل تا ماه سپتامبر دوره نشونما، نسلگیری و زیادشوی سرشمار حیوانات می باشد. یادگاری های تاریخی، چشمه های شفا بخش، کوههای بلند، منظره های زیبای طبیعی، حیوانات نادر و ممنونگاه دشتی جومی ناحیه شمسدین شاهین دقت سیاحان داخلی و خارجی را به خود جلب می‌نماید. ناحیه مذکور همچون منطقه ترانزیتی به ولایت مختار کوهستان بدخشان امکان جلب سیاحان زیاد را دارد و با استفاده دادن مهمانخانه شکارچیان برای قبول سیاحانی که با مقصد شکار به کشور ما تشریف می‌آورند عین مدعا ده از جانب شرکت سیاحی مارخور جهت معرفی امکانات سیاحی از جمله طبیعت زیبا، گیاهای شفابخش، نباتات و حیوانات نادر، افزون گردانیدن شمول مکانهای سیاحی و پیشنهاد خدمت‌رسانی مناسب به سیاحان داخلی و خارجی در نوحه شمسدین شاهین دو خطسیر نو سیاحی فوتو و فیتو سفری را هم‌اندازی کرده شدند. خطسیر یکم از شهر دوشنبه توسط شهر نارک، نوحه های دنغره، بوسه، شهر کلاغ و دوشنبه را در بر می‌گیرد. سیاحت مذکور 9 روز بوده، برای ماه‌های می، سپتامبر پیش‌بینی گردیده است. خطسیر دوم از شهر دوشنبه آغاز گردیده، شهر نارک، ممنوعه خوتالون، اثرخانه تاریخی در ناحیه دنغره، قلعه هولبوک، آرامگاه میر سید علی همدانی، ناحیه شمسدین شاهین، ناحیه درواز، باغ بوتانیکی، آسایشگاه گرم چشمه، قلعه قهقهه و همچون را در بر میگیرد. سیاحان بسیارتر شما میدونید که در کشور ما یک چند نمود حیوانات هستند که اینا در جهان سرشمارشان به حیث نابودی هست و یکی از این نمودها این مرخور میگویند نخچیر پرمشاخ و اوریال گوسپند بخورایی مارکا پولو که اینها یک نمود حیوانی هستند که نه اینکه تنها برای شکار میویند بلکه بسیار از سیاحان برای دیدن نمودن و عکس گرفتن به این نمود حیوانات وارد میشوند و این هم یک فایده خوب است برای ما شرکت های سیاحی. اما طبره گفتیم ناحیه شمسدین شاهین برای رشد سیاحی اکولوژی کوهنوردی و خصوصا سیاحی شکار امکانات زیاد داشته. یادگارهای تاریخی، چشمه های شفابخش، کوههای بلند، منظره های زیبای طبیعی، حیوانات نادر به خصوص بوزی پرمشاخ مارخور که به کتاب سرخ تاجیکستان وارد کرده شده است و ممنوعه دشتی جوم دقت سیاحان داخلی و خارجی را بیشتر به خود جلب نماید. ممنوعه دولتی طبیعی دشتی جوم با مقصد حفظ و نگهداری اکوسیستم های خاص این منطقه و حیوان های نادر از جمله بوزی پرمشاخ یا مارخور که در جهان کلانترین پاپولیاسیای آن تنها در قلمرو این موضع باقی مانده است، این چنین گوسفند کوهی بخارایی و دیگر نمودهای نادر نباتات و حیوانات میباشد. امروز مهمانان و سیاحان و شوقمندان سیاحی شکار از این منطقه بازدید نموده از خدمت‌رسانی مهمانخانه شکارچیان به طور وسیع استفاده می نمایند. هر سال با دستگیری کمیته حفظ محیط زیست و اگنتی خوجگی جنگل و اکادمی علم ها که همه ساله کوتا رو معاین میکنند و از روی این کوتا ما دعوت میکنیم شکارچیان رو به این نمود حیوانات ها و این سال هم توانستیم که زیاده از 70-80 فایز این کوتا ها رو سمرانگ استفاده بریم و شکارچیان آمده شکار خود رو انجام دادند. یکی از هدف‌های اساسی تشریف بسیار سیاحان به کشورهای کوهسار از جمله تاجیکستان مشغول شدن به شکار حیوانات نادر میباشد. در جمهوری تاجیکستان برای این نمود شکار از جانب حکومت جمهوری کوتاها جدا کرده میشوند که آن هم برای رشد سیاحی و هم جلب سیاحان مساعدت مینماید. در حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان شرکت‌های سیاحی شکار برز بدخشان جمعیت دارای مسئولیتش محدود مرغاب در نوحه شمسدین شاهین ولایت خطلان باشد جمعیت دارای مسئولیتش محدود صیاد و مرغ
شکور طبق همه طلبات های ضروری خانه شکارچی ساختن. یک نقطه دیگر لازم به ذکر خاص است که شکارچیان خارجی مایل به حیوانات شاخشان میدان ندارند. گردشگران خارجی از جمله آنهایی که به مقصد سیاحت شکار به تاجیکستان می آیند بیشتر به آنها حیوان های شاخشان کلان پسند است.